به نام خدا، من آرشم، اهل کوهستان‌های شمال ایران، جایی که ستیغ کوه‌هاش سر به فلک کشیدن و یخچال‌ها و برف‌ها سال‌هاست تو سینه‌شون آروم گرفتن. خونه پیرترین جنگل‌های زمین. من اهل کوهستان البرزم، سرزمین انتظار. این بار قراره با البرزیست به یک سفر طولانی بریم، به سرزمین کوه و جلگه و دریا، جایی که بزرگترین و پرآبترین رودهای ایران در جریانن. سرزمینی که متوسط ارتفاعش صفره و دشتها و جلگه‌های پهناورش و همینطور سدهای عظیمش ذخیره‌گاه‌های انرژیش هستن. همینطور سرزمینی که منابع طلای سیاه کشورمون هم اونجاست. جایی که تالاب‌هاش امید زندگی خیلی از پرنده‌ها و جانورها و انسان‌ها هستن. از یک سو به کوههای پربرف زاگرس پهلو زده که بلوط‌ها جادوی آفرینششن و از یک طرف به یکی از زیباترین دریاهای زمین منتهی میشه، خلیج همیشه فارس، سرزمین گندم، شکر، آب، نفت و گاز. این بار به خوزستان سفر میکنیم، اونم به سبک اوورلندینگ یا کوچگردی نوین، یعنی یه خونه کوچیکی همیشه دنبال ماشینامونه، اتاق خواب، انباری، حموم، آشپزخونه، منابع آب و غذا و انرژی و همینطور ابزارهای ماجراجوییمون همیشه پیشمونه. تا هر جایی که بخوایم بتونیم بریم و هر قدرم بخوایم بتونیم بمونیم. البته همیشه با محدودیتهای مواجهیم. اوورلند ما توی خوزستان شامل تمام خاک استان و حتی منابع آبیش میشه. هدف اصلیمونم پیدا کردن و کشف نبضای حیاته. نبضهایی از جنس آدم‌ها، طبیعت یا حتی تاریخ و گذشتگان. چیزی باید باشه که انقدر جذاب و قوی باشه که ما بار و بندیلمون رو جمع کنیم و بریم از نزدیک تماشاش کنیم، درکش بکنیم، برای خودمون و شما به تصویر بکشیم تا شما هم بتونین بهتر لمسش کنیم. سفرمون پر از لذت و البته سختیه که اگر اون نبضهای حیات رو پیدا بکنیم، تمام اون لذت‌ها و سختی‌ها تبدیل به آگاهی میشن و فکر میکنم این آگاهی ما رو پخته‌تر میکنه. نبض‌های حیاتی که شاید ما رو به جریان اصلی حیات هم نزدیک‌تر کنه. اونا اصلی‌ترین کلیدها و انرژی‌های حیاتی هر منطقه که شناختشون جز با سفر کردن ممکن نیست و شکوفاییشون جز با فداکاری ما. ازتون دعوت میکنم اوورلند ما به سرزمین خوزستان، قلب ایران رو ببینین. راستی هر جا هم بتونم بهتون سلام میکنم، چون یقین دارم که سلام سلامتی میاره.
سلام، سلام که سلامتی میاره. توی راه که داشتم پیاده میومدم یه نکته همش ذهنمو درگیر کرده بود. توی سفرهای اوورلندینگ یا سفرهای طولانی مدت خیلی موقعها به این تجربه و فهم میرسیم که قضایا اونطوری که ما میبینیم خیلی موقعها نیستن، یا حداقل ظاهرشون با باطنشون میتونه تفاوت زیادی داشته باشه. چطور این رو میگم؟ به عنوان مثال، خیلی موقعها عموم ما وقتی که اسم سفر تو ذهنمون میاد، یک فعالیت لذت بخش با استراحت کردن و گذران اوقات فراغت تداعی میشه برامون. وقتی که یه خورده جدیتر و حرفه‌ای‌تر و هدفمندتر به مقوله سفر میپردازیم، دیگه کم کم اونا رنگ میبازن. سعی میکنیم به شناخت و فهم و آگاهی برسیم از تاریخ کشورمون، طبیعتش، فرهنگش، مردمش، کلن از دارایی‌هاش، از هر چیزی که داره و داشته. دقیقا این اتفاق تو سفرهای طولانی خیلی بهتر میافته. وقتی که اون شناخت و آگاهی کم کم تو وجود ما میشینه و به قول معروف اون فهم تهنشین میشه، به این میرسیم که به خصوص با دیدن ابنیه تاریخی، به این میرسیم که احتمالاً یا حتماً جریان حیات چیز دیگه‌ای به جز این زندگی ظاهری ماه. چرا این رو میگم؟ به آثار گذشتگان رفتید و نگاه کردید، ما هم الان اومدیم و داریم نگاه میکنیم. از تمام شوکت و جلال و عظمت خودشون، امپراتوری هاشون و معماری های کلانی که به جا گذاشتن، چیزی به جز یک سری مخروبه نمونده که تازه اونها هم تو دوره های معاصر از زیر خروارها، خاک و گل مرمت شدن، کشف شدن و احیا شدن. این به ما اینو میگه که احتمالاً داستان اصلی حیات و بقای بشر چیزی به جز اون ظواهره. سفر این رو به ما یاد میده. شما حتما سفر زیاد رفتین. به نظر شما اون نبض و شریان اصلی حیات که پشت پرده این قضایای چی میتونه باشه؟ ما هم توی سفرهامون همش به این نکته توجه میکنیم، جدای از این که میریم مقاصد مختلفی رو میبینیم تا بشناسیم و باهاشون آشنا بشیم، دنبال اون جریان حیات ایم. این خشت رو ببینید، این نوشته میخی روی این خشت بیش از 3300 سال قدمتشه. اون کسی که این رو نوشته دنبال چی بوده؟ چه معنا و مفهومی رو میخواسته به ما منتقل کنه؟ خیلی از اینها ترجمه میشن و ما ظواهرش رو میفهمیم، ولی نباید به همین سادگی میبوده. 3300 سال عمرشه. یه پادشاهی در دوره ایلامیان تصمیم میگیره بزرگترین معماری دوره خودش رو بسازه. یک بنایی به نام زیگورات، همین چیزی که پشت سر من میبینین، که ساختمانهای چند طبقه و هرمی شکلی بودن که اصلی ترین کاربردشون عبادت بوده. فارسی سادش رو بخوام بهتون بگم اینطوری میشه: تصمیم میگیره برای نزدیک شدن به خدای خودش بزرگترین چیزی که میتونسته رو بسازه. حاصلش میشه همین بنای زیبا و عظیم در زیگورات چوغازنبیل. داستان ساختش رو شنیدین، داستان اکتشافش ولی خیلی جالب تره. حدود 130 سال پیش، همون دوره‌ای که تازه داشته تب اکتشافات نفتی شروع می‌شده، یه زمینشناس انگلیسی تو نوشته‌هاش اشاره به این می‌کنه که این منطقه احتمالاً باید منابع نفتی داشته باشه. تیم‌های مهندسی و گروه‌های اکتشافی میان شروع می‌کنن به فعالیت‌های خودشون. 50 سال بعدش که در حال فعالیت بودن، مهندس‌ها به یه آجری برمی‌خورن، شبیه همین آجرهای منقوش به خطوط میخی که رو در و دیوار اینجا فراوون پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی اونا اومده بودن نفت اکتشاف کنن، مشغول اکتشافم بودن، ولی دنیا و روزگار با یه آجر
اونها رو به سمت چیز دیگه ای سوق داد. آجر نشونه بود. خیلی موقع ها ما میریم چیز دیگه ای رو پیدا کنیم، ولی دست تقدیر چیز دیگه ای رو تو دست ما میذاره. خب پیش خودتون نگفتین این همه خشت، ده ها هزار و شاید صد ها هزار خشتی که اینجا هستن و با چه آبی درست کردن؟ ظاهرش که اینجا خیلی خشکه، درستم است. اینجا تقریبا بین رودخانه دز و کرخ است. فاصلش تا دز حدودا 3 کیلومتره، ولی تا کرخ بیش از 40 کیلومتر فاصله داره. یه سری کانال این اطراف پیدا شده که رومن گریشمن، که کسیه که این بنا رو اکتشاف و حفاری اصلی رو روش انجام میده، معتقد به این بوده که درسته که دز خیلی نزدیک تره، ولی چون زیگورات خیلی مرتفع بوده و روی تپه بنا شده بوده، نمیتونستن از دز براش آب بیارن. ناچار از بیشتر از 40 کیلومتر اون طرف تر کانال میکشن و آب رو منتقل میکنن تا هم برای استفاده شهر باشه، هم برای ساخت زیگورات. حالا این اصلا مهم نیست که این حدس درسته یا غلط، از کجا آب اومده. مهم اینه که این آب اگر نبود اصلا همچین چیزی شکل نمی گرفت. داریم به اون نبض حیات کم کم نزدیک تر میشیم. این اون علاقه و نقطه نظر تیم ما تو سفرهای اوورلندینگمونه، پیدا کردن نشانه ها و نبض های حیات، مثل همون آبه که اگر نبود چغازنبیل شکل نمی گرفت و ما این دارایی رو نداشتیم. خیلی موقع ها سفر میریم به دنبال فراغت، استراحت. خیلی موقع ها سفر میریم تا اقوام رو بشناسیم، فرهنگ ها رو بشناسیم. خیلی همون سفر میریم تا با تاریخ گذشتگانمون آشنا بشیم. بعد از همه اینها، یا در کنار همه اینها، به یک اشراف و تفکر و فهم و آگاهی میرسیم نسبت به جهان هستی که اصلی ترین رکنش میراث طبیعیه، همون آب، همین هوا، خاک. اینها هستن که مایه حیات و بقای ما هن. ولی ما انسانهای معاصر واقعا چقدر به اینها توجه میکنیم و چقدر حواسمون بهشون هست؟ تازه وقتی بتونیم این نشانه ها و نبض ها رو پیدا بکنیم، اینجا دریچه ارتباط و معرفت ما به جهان هستی، به آفرینش و همین زمینی که روش هستیم و زندگی میکنیم باز میشه. یعنی بهش معرفت پیدا میکنیم. با پیدا کردن معرفت دوستی شکل میگیره. یعنی ما با جهان دوست میشیم و جهان با ما دوست میشه. دوستی که برای حفظ و حفاظت ازش خیلی باید از خودمون بگذریم.
سلام که سلامتی میاره. صحبتون بخیر. یکی از ویژگی های طبیعی خوزستان ترکیب کوه و جلگه تا دریاه. در بین این مسیری که از کوه تا دریا میخواد برسه ولی بلندترین رودهای ایران شکل گرفتن، مثل کارون، کرخه، دز، رودهایی که چند صد کیلومتر کشیده شدن و طی هزاران سال چندین و چند تمدن و آبادی رو شکل دادن و سیراب کردن. همینطور که از شرق و شمال استان که ناحیه کوهستانی زاگرس محسوب میشه دور میشیم به سمت غرب و جنوب، یه اتفاق جالبی میفته. اگر ارتفاع سنج داشته باشین، چه ماشین هاتون آلتیمتر داشته باشن، چه رو جی پی اس های دستی، این نکته رو قشنگ میتونید ببینید که اکثر قریب به اتفاق مناطق ارتفاعشون صفره، یعنی یا جلگه های نزدیک به تالاب ها و دریان یا دشت. اینجا یه اتفاق خیلی جالب تری میافته. خب پستی ارتفاع یعنی تابستون های گرم، نزدیکی به خط استوا باز یعنی تابستون های گرم. خوزستان تابستون ها شاید خیلی گرم باشه، به خصوص تو مناطق کم ارتفاع، ولی نگم براتون از آب و هوای فصل خنکش. پاییز و زمستون، به خصوص چله زمستون که همه جا یخ بندونه، اینجا تازه بوی بهار میده. حالا فکر کنین تو این فصل خنک با اون آب و هوای مطبوع و مرطوب و معتدلش بیان کنار یکی از بلندترین رودخونه ها، یعنی دز. دزی که تو نقشه های ماهوره‌ای وقتی نگاهش میکنیم یه حرکت خیلی پرپیچ و خمی رو داره و شاید یکی از پرپیچ و خم و زیباترین رودخونه های ایران به خصوص خوزستان باشه، جایی که ما الان هستیم. اومدیم ساحل دز در اطراف شوش، پیاده میشم با هم بریم ساحل و جنگل های کهنسالی که به صورت طبیعی تو دل رودخونه به وجود اومدن رو ببینیم. همراه هم باشیم. انگاری عید اومدیم شمال، یه همچین آب و هوایی داره قشنگ. با یه تفاوت البته ها، شمال همچین رودخونه عظیمی رو کنار خودش نداره. پارک ملی دز یکی از پارک‌های ملی ایرانه که توی خوزستان و محدوده شهرستان شوش واقع شده. این منطقه از شمال به هفت‌تپه، از شرق به شوشتر و از غرب به حسین‌آباد شوش مرتبطه. مساحت این پارک ملی نزدیک 5300 هکتاره و از سال 1389 به پارک ملی ارتقا پیدا کرده. اینجا به دلیل وجود جنگل‌های گرمسیری و نزدیکی به رودخانه و از طرفی بکارت طبیعتش، یکی از سایت‌های مهم و غنی پرنده‌نگری تو خوزستانه. همچنین این جنگل‌ها آخرین زیستگاه طبیعی گونه گوزن زرد ایرانی بودن. اینجا تقریباً تا خلیج فارس 220 کیلومتر فاصله مستقیم داره و جنگل‌های طبیعی و گرمسیریش در کنار رودخانه کرخه و دز از میراث‌های طبیعی و زیبا و منحصر به فرد خوزستان محسوب میشن. پارک ملی دز با داشتن تالاب‌های کوچک و بزرگ متعدد، پناهگاه پرندگان مهاجری مثل لکلک، قاز و چنگره که اواخر پاییز به سوی اون پناه میارن. هرچقدر میزان بارش‌ها بیشتر باشه و به تبع اون آبگیری تالاب‌ها، پرندگان مهاجر بیشتری به این پناهگاه میان. از میان گونه های جانوری پارک ملی دز میشه به گرگ، روباه، رودک اصلخار، گربه جنگلی و خارپشت اشاره کرد. عمده پوشش درختیش هم درختچه های پده و تمشک هستن.
با چنین غنای طبیعی و عمر طولانی که این جنگل‌های گرمسیری دارن، به نظرم تنها کاری که ما باید براشون انجام بدیم اینه که اونها رو نابود نکنیم. بقیه کار رو طبیعت خودش میتونه انجام بده. تا الان دیگه فهمیدیم شوش پایتخت یکی از کهنسال‌ترین تمدن‌های بشریه، یعنی تمدن ایلام، که بیش از 2000 سال قبل از میلاد بوده، هنوزم که هنوز هست. خب این رو هم دیگه خیلی ما گفتیم و خودتونم از قبل میدونستین. اصل پیدایش تمدن‌ها آب بوده. میرفتن جایی که آب بوده تمدن‌ها رو ایجاد میکردن و یک جانشینی میکردن. دقیقا این بین النهرین یا میان رودان. اینجا هم جز همون محدوده ها محسوب میشه. خب منابع آبم که تعریف های مختلفی دارن. مثلا دریاچه ها، رودها، دریاها. عموما در کنار رودها این تمدن ها شکل گرفته. رودهایی که توی جغرافی تعریفشون رو خوندیم. از به هم پیوستن آبهای سطحی و جویهای کوچک جریان های بزرگی شکل میگیرن که بهشون میگیم رودخانه. ولی یه استثناء هم این وسط هست. یه جاهای اینطور تبدیل به رودخونه نمیشن. به واسطه یک چشمه های عظیمی رودخونه ها شکل میگیرن. عین این برکه‌ای که من الان هستم. اینجا ظاهرش برکه است. ولی یک چشمه خیلی بزرگه به نام سرچشمه شاور. شاوری که عامل پیدایش شهر شوشه و هنوز که هنوز از قلب شوش میگذره و میره پایین. از شوش حدوداً یه 10 کیلومتر که بیاییم به سمت دزفول به یه همچین موقعیتی میرسیم که البته در بین مزارع هکتاری گندم گمه. دور تا دورش بافت کهنسال کنارها یه زیبایی خاصی بهش دادن و عشایری که یه بخشی از سال رو اینجا قشلاق میکنن. این اینجا داشتین. الان تقریباً در آستانه بهار میشه گفت که فصل کوچ پرنده ها اینجا تمام شده. ولی هنوز وقتی که نشستیم صدای انواع و اقسام پرنده ها به گوشمون میخوره. ماهی خورک ها رو میبینیم که رو سطح ها منتظرن تا یه ماهی بیاد و شکارش کنن. چلچله ها، ابابیل ها، انواع و اقسام پرنده های مهاجر و بومی، خشکی زیا و کنار آبزی ها و حتی آبزی ها. این نشون میده که اینجا بجز اون زیبایی بصریش پتانسیل خیلی خوبی برای پرنده نگری هم داره. ولی اونم محقق نشده. چرا اینها محقق نشدن و نمیشن؟ فقط یه دلیل داره. ما هنوز به اهمیت میراث طبیعی اونطوری که حقشه پی نبردیم. گرچه میراث تاریخی خیلی مهم و اثرگذار و افتخار آفرینه، ولی تا این میراث طبیعی نبود که شکل نمیگرفت. باید اونطوری که حقشه و لازمه بهش بپردازیم. همینطور که دوربین هوایی ما میره بالا، تصاویرش رو ببینین و پیش خودتون تجسم کنید اگر اینجا زیر ساختای مناسبی برای گردشگری داشت چه بهشتی میشد و چقدر دلتون میخواست این فضا رو از نزدیک ببینید.
اومدیم شهرستان امیدیه. یه جاذبه گردشگری خیلی زیبا داره که در رسته ژئوتوریسم دسته‌بندی میشه به اسم کوه سوخته. حالا کوه سوخته چیه؟ اصلا ژئوتوریسم چیه و تعریفش چیه؟ بعد دنبالمون کنین تا براتون بگم. سلام که سلامتی میاره. سحرگاه بخیر. کوه سوخته یا به قول زبان سانسکریت دروازه جهنم، یه کوهیه که سالهاست داره میسوزه. ولی خب خیلی موقعها برای اینی که چیزی رو بهتر بشناسیم باید تو ضد خودش به سمتش بریم. اگر اون شعله روشنی داره ما توی تاریکی میریم تا ببینیمش. ساعت 5:30 صبح میریم به سمت قله و کوه رو از نزدیک ببینیم. همراهمون باشید. هرچقدرم پارو زدن تو دریاچه ها و راه رفتن کنار تالاب ها و نشستن کنار بیشزار ها و تپه های ماسه ای لذت بخش باشه، این روح و پویایی و حرکت کوه و بالا رفتن از تپه ها و ارتفاعات رو نداره. مسیر رو که داریم میایم بالا آثار و بوی گوگرد قشنگ معلومه. الان تو این حفره کاش دوربین حرارتی داشتیم و میتونستیم با تصویر ببینین. دست من قشنگ داره یه حرارت 40-50 درجه ای رو حس میکنه از اینجا که میزنه بالا. همینطوری که داریم میایم بالاتر نشونه ها دارن جدیتر میشن. الان یه دودی هم داره از این دهانه میاد بیرون همراه با همون حرارت با بوی خیلی تیز گوگرد. اونایی که دماوند و تفتان دو آتش فشان نیمه فعال ایران رو صعود کردن این بوی خیلی براشون آشناه. خب یکی از نمودهای وجه تسمیهشو دیدیم عقبتر که در حال سوختن و حرارت بود. دومین نموده وجه تسمیهش همین تفاوت رنگ به خصوص قله کوه و تپه های اطرافه. قشنگ معلومه سوخته، سیاه سیاه. اینجا دیگه داره به اوج میرسه. رنگ فسفوری گوگرد معلوم، بوی شدید و یه شعله‌ای که هنوز داره میاد بالا و زبونه میکشه. دو تا شعله است، یکی هم پشت سرش بود. خدای من، شد 3 تا. یکی، 2 تا، یه دونه خیلی بزرگ اون پایین، 3 تا فکر کنم، یه دونه پشت اون سنگای چون اونجا هم داره روشن میشه. خدای من، خیلی حس عجیب و جالبیه. خیلی شبیه شومین است که از زیر یه شعله رو روشن میکنن، روش سنگ و آجر میذارن، ما حس میکنیم سنگ ها در حال سوختنن. دقیقا یه همچین اتفاقی اینجا داره میفته. شعله پر حرارت. هنوز اینجا ها خیلی داغ نیست، اینا ولی داغه، قشنگ دستو میسوزونه. اینجا که شعله داره میکشه بوی گوگرده خیلی کمتر شده، معلومه داره گازو میسوزونه.
صداشو میشنوین؟ خیلی وحشت آوره، سنگا رو سرخ کرده. با دیدن این چشمه که فکر میکنم چشمه اصلی آتیشه، اون بچه تصمیه که صبح گفتم تداعی میشه، قشنگ اینه دروازه جهنمه. تا اینجا داره میسوزون حرارتش منو. ببینیم اینجا چه خبره. خدای من، دروازه جهنم اینه نه اون. عجب وضعیتیه. گرچه بوش خیلی زننده است، حرارتش خیلی زیاده، خیلی هم وحشتناکه، ولی نمیتونم جلوی خودم بگیرم و بهش نزدیک نشم. به قدری حرارت زیاده، اون سرخی که دارید میبینید ماگما و مواد مذاب نیستا، همین سنگ و خاک اینجان که به درجه نزدیک ذوب رسیدن و سرخ سرخ دارن میسوزن. خیلی حرارتش زیاده. خب کوه سوخته رو که دارید میبینید، حالا ژئوتوریسم چیه؟ ژئوتوریسم یکی از زیر مجموعه های صنعت گردشگریه. ژئو به معنای زمین شناسیه، توریسم هم که مشخصه دیگه، گردشگری یعنی رفتن به نواحی خاصی که ویژگی‌های عجیب، خارق‌العاده یا جالبی در حوزه زمین و زمین شناسی دارن. این جدای از گیاهان و حیوانات و موجوداتیه که روی زمین زندگی میکنن، مشخصاً به عوامل بیجان زمین عین همین کوه سوخته میپردازه که یک رشته خیلی جالبه. یک سری به صورت عمومی بهش میپردازن، این گردشگرایی که میان کوه سوخته رو میبینن، یک سری هم به عنوان دانش و تخصص سعی در تحلیل و فهمیدن چرایی این اتفاقات دارن. در هر دو حالتش حرکت خیلی جالب و خیلی جاها خارق العاده ای، این تجربه که ما اینجا تو کوه سوخته امیدیه داشتیم. یه آزمایش تجربی با هم بکنیم. من یه مشعل با خودم آوردم ببینیم اینا روشن میشن یا نه. اوه، اینجا که نشستم همینطوری داره حرارت از زمین میزنه. نه روشنش نکرد، ولی از اینجا خیلی حرارت داره میاد بالا. یه ماجراجویی با این بکنیم ببینیم من اینجا شعله بزنم این دوده روشن میشه یا نه.
فقط دوده و حرارت، ماده اشتعال‌زا یا گازی توی دودش نیست. تیکه تیکه باز امتحان میکنیم، یه جا ببینیم گاز روشن میشه یا گوگرد خالصتری پیدا میکنیم که اشتعال پیدا کنه، چون اینا همه بر اساس تغییرات میزان گاز تو همین چشمه های زیریشون قطعا شعله هاشون در طول زمان کم و زیاد شده یا چشمه ها کم و زیاد شدن. حتی الان روشنش کردم ولی دودش بلند شد و خورد توی سینم. میریم جلو باز امتحان میکنیم. این فوسوریا که دارید میبینید گوگردن، چیزی که توی دماوند به وفور پیدا میشه. فکر کنم اینا رو بشه روشن کرد. آه سوخت. ولی ظاهرا برای سوختن به آتیشی خیلی قوی تر از مشعل ما نیاز داره. یه شعله خیلی کمی گر. آه روشن شد. نه اینا همه روشنن، معلومه داره میسوزه. همه اینهایی که من الان بهتون گفتم صرفاً یه سری اطلاعات بر پایه علوم تجربی و آزمایشگاهی هست که این گوگرده، گوگرد اشتعال‌زای بوش اینطوریه، این گاز داره اینجا باعث فوران آتش میشه یا این آتش در حقیقت شعله میکشه. ولی در گذشتگان ما چند هزار سال قبل، حتی در دوره سانسکریت و زبان سانسکریت، چیزهای دیگه‌ای می‌دیدن، استنباط‌های دیگه‌ای داشتن، برداشت‌های عمیق و پشت پرده‌تری از آفرینش داشتن. خیلی مثل ما ظاهری و علمی نمی‌دیدن قضايا را. حتما پرده‌های دیگه‌ای پشت این قضیه بوده که بهش می‌گفتن آتش جاودان یا دروازه جهنم، یا به قول مولوی صورتی در زیر دارد هرچه در بالاستی. کوه سوخته رو که از نزدیک دیدیم، تا اینجای سفرمون توی خوزستان میتونم بگم ویژه ترین و منحصر به فرد ترین دارایی طبیعی خوزستانه که به چشم دیدم. ولی حیف، حیف که نه یه تابلوی اطلاع رسانی داره، نه مسیرش برای عموم مشخصه، نه حتی تو مسیر خود کوه آثار و نشانه هایی هست. برای یه همچین گنجی نیازه که مجموعه میراث فرهنگی شهرستان و حتی استان و حتی مستقیم از وزارت گردشگری وارد کار بشن، مسیرها مشخص بشه، راهنمای مسیر بخوره، یه تابلو اطلاع رسانی و آموزشی پایین کوه نصب بشه که اصلا این چیه، سابقش چیه، چرا این اتفاق داره میفته، نکات ایمنی برخورد با این پدیده روش ذکر بشه. یه نکته خیلی مهمترم هست، تو کل مسیر که میایم بالا قشنگ معلومه این تپه ها خیلی هاشون پوکن، صدای پوکی میده وقتی قدم روش میذاریم. خیلی مهمه این اتفاق بیفته خیلی زود، مسئولان میراث فرهنگی تشریف بیارن، مسیر پیاده روی مشخص بشه با حصارهای چوبی که دوست داره طبیعت هم هستن، و مردم هم رعایت بکنن از اون مسیرها خارج نشن، چون هم برای کوه ضرر داره، هم خدایی نکرده اگر کسی سر بخوره، اگر یه جای فرو بریزه میتونه اتفاق ناخوشایندی رقم بزنه. داشتیم اطراف حفره های آتیش و قله کوه میگشتیم و مبهوت رمز و راز این کوه شده بودیم که با یکی از زیباترین پدیده های طبیعت مواجه شدیم، چیزی که همیشه نظرمون رو خیلی به خودش جلب میکنه و اون کنار هم بودن تضادهای طبیعته، درست مثل روز و شب یا زمستون و بهار که نشون دهنده اینه که
حفاظت از مرز حیات توی طبیعت کاملا توسط خالقش تحت کنترله. اما چیزی که اینجا دیدیم تضادش خیلی خاص‌تر بود از اون اتفاقایی که برای آدم یادگاری میمونه. گلهای رنگارنگی رو روی کوه دیدیم که تازه رویده بودن، روی کوهی که به کوه سوخته یا دروازه جهنم مشهوره. حس خیلی عجیبی بود. قسم خوردن رو شنیدین؟ چرا بهش میگن قسم خوردن؟ ریشه فارسی این کلمه سوگند خوردنه. سوگند خودش یک واژه دو بخشیه، سو و گند. دیدی میگیم این چیزی بوی گند میده؟ گند در گذشته به همین گوگرد میگفتن. سو هم که یعنی آب. سوگند خوردن یعنی آب گوگردی خوردن. حالا چرا در گذشتگان ما این مثل رایج بوده؟ میگفتن اگر کسی میخواد به چیزی قسم بخوره یا سوگند بخوره باید آب گوگردی بخوره. اگر سالم و زنده موند بعد از خوردنش، چون گوگرد ماده سمی بوده دیگه، اگر زنده موند یعنی داره حقیقتو میگه، و اگر هلاک شد که یعنی دروغ گفته. به قدری راستگویی و حقیقت در گذشتگان و نیاکان ما از دیرباز مهم بوده که یکی از اصلی ترین رکن‌های فرهنگ ما رو شکل داده. همین قضیه رو داریم اینجا می‌بینیم که می‌گفتن راستگویی برابر با جانته. یعنی فقط وقتی قسم بخورین که مطمئنین حتی به ارزش جونتونم که تموم شه دارید حقیقت رو میگید. شب رو پایین کوه خوابیده بودیم و سرخی شعله ها رو توی آسمون می دیدیم. بیتاب بودم که صبح بشه و زودتر بریم و از نزدیک باهاش آشنا بشیم. بیشک یکی از به یاد موندنی ترین تجربه هایی بود که تا حالا داشتم، به خصوص تو زمینه ژئوتوریسم. سوختگی کوه و تفاوت رنگش با اطراف از دور هم قابل مشاهده بود. قله کوه خیلی حس خوب آرومی داشت. طلوع آفتاب رو از روی قله دیدیم و مشغول تصویر برداری از این پدیده خیره کننده شدیم. چقدر زیباست دیدن طلوع آفتاب از روی کوها و روشن شدن تمام دشت ها و درهای تاریک. نزدیکای ظهر بود که کارمون تموم شد و برگشتیم پایین تا به ادامه راه برسیم. از بالای کوه پیست موتورکراس امیدی نظرمون رو به خودش جلب کرده بود. داشتیم از کنارش رد می شدیم که جوانای خونگرم و خوش اخلاق امیدی اومدن پیشمون و با همون گرم گرفتن. گپ و گفتی زدیم و قرار شد اونا برن توی پیست و ما هم ازشون فیلم بگیریم. می گفتن این پیست رو با پولهای شخصی و دست خالی درست کردن. تازه افتتاح شده بود و هنوزم میشد جای زخم بیل زدن رو روی دستاشون دید. با همه انرژی و عشقشون توی این پیچا و شیبا میچرخیدن و جامپ میزدن. دیدن این همه امید و تلاش برامون خیلی خوشحال کننده بود. همینطور که اونها مشغول روندن توی پیس بودن، داشتم به این فکر میکردم که ساخت چنین پیسی چقدر وقت و سرمایه نیاز داره. اگر این پیست 10 سال پیش درست میشد، تا الان چند تا قهرمان از این شهر سربلند کرده بودن. به این فکر میکردم که چقدر یه چیزایی به ما نزدیکه و در این حال دور. بعد از موتور سوارا نوبت راننده های اسلالوم شد. همین حرکات مارپیچی که دارید میبینید. شروع به روندن کردن و پیست اسفالت رو دود و جیغ لاستیکا پر کرده. همطور که اونا داشتن دور خودشون میپیچیدن، این به دلم افتاد که این چرخا میچرخن و این آدما میان و میرن، درست مثل گذشتن روزا و شبا و سالها و نسلا. اما چه خوبه که با راستی و دوستی و همدلی بگذره.